سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوش باشین و خوشحالم که دوباره کنارتونم. توی این روزا سعی میکنم که برم و براتون ویدیوهای جذاب آماده کنم و خوشحالم که شما هم میبینید، ازشون استقبال میکنید و این ویدیوها رو دوست دارین. خلاصه که دمتون گرم به خاطر حمایتاتون. امروز با خودم گفتم که بیام به یه منطقه خوش آب و هوا و پر جنب و جوش و بین مردمش با هم قدم بزنیم و ببینیم اوضاع مردم این محله قدیمی از چه قراره. من به شخص خودم این محله رو به خاطر امکاناتش، بازار پر جنب و جوشش خیلی دوست دارم. شما هم اگه بودجه متوسطی برای خرید خونه دارین، اگه امکانات شهری خوب و مناسب میخواین، اگه آب و هوای تمیزتر از تهران خواستین، اگه دسترسی آسون به پایتخت و نزدیک بودن مترو براتون مهمه، به نظرم این محله رو اصلا از دست ندین، چون یکی از محله های خوب برای زندگیه. اینجا محله گلشهر کرجه که قدیمو به اسم 45 متری هم معروف بود و خب این خیابون که دارم الان قدم میزنم بولوار اصلی 45 متری گلشهره. این منطقه از کرج خیابونای خیلی خوبی برای سکونت داره و خب امکانات شهری هم هیچی کم نداره. راستی به نظر شما با بودجه متوسط کدوم محله تو کرج تهران مناسب زندگیه و محله خوبیه؟ ممنون میشم که تو کامنت ها برام بنویسید.
تا یادم نرفته بگم که تا دلتون بخوادم این محله دختر پسرای جوون و خوش استایل و خفن داره و شبگردی های اینجا حسابی به راهه. ممنون میشم که اگه عضو کانالم نیستین همین الان تو یک ثانیه زحمت بکشین کانالم رو سابسکرایب کنید و با من همراه باشین که ویدیوهای جذابی در راهه. راستی الان که دارم این ویدیو رو براتون ضبط میکنم دوشنبه 3 اردیبهشت ماه، از این به بعد ویدیوهامون همینقدر بروز و خفنه. همونطور که دارید میبینید دور تا دور خیابون اصلی گلشهر مغازه‌های مختلفی هستن، یه مرکز خریدم داره که اینجا خیلی معروفه و شما اینجا میتونید هر چیزی که نیاز داشته باشین با قیمت‌های خیلی خوب بخرین و از نکته‌های مثبتش هم اینه که جنسا همه بروز و خیلی شیکن. اگه هم خواستین اینجا بیاین که اصلا نگران نباشین، خود گلشهر ایستگاه مترو داره و خب رفت آمد براتون خیلی راحته.
از اونجایی که این محله پاتوق خیلی خوبی واسه خرید کردن و تفریحات شبونه است، تا دلتون بخوادم اینجا اغذیه فروشی های مختلفن که دارن فست فود و آب میوه بستنی و غذا و اینجور چیزا میفروشن. ببین میخوای میزه بگیم. خوبه؟